عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالعكس، إمام أبو حنيفة هيج تفاوتي وهيج قونة تزادي بأهل بيت نداشته، بل بالعكس هو هميشة وهمواره أز أهل بيت دفاع نموده. وهميشة أولا بايد بقو يمك عباسي ها هم در دولاني او كينا هم أهل بيت بودند، هيج فرقي نمي كنت أس خانواده پیامبر بودند صلى الله عليه وسلم. وأهل بيتهم كدر عصر وجود داشتان با إمام أبو حنيفة هميشة مدافع آنان بود وهميشة از آنها حماية ميكاد، در عين إنك حازن نبود ك با حكومت سر زمان خود نزدیک شود، ولی در عين حال نصيحت خودش را از نصيحت كردن آنها دریغ نمی ورزید و همیشه آنان را کمک میکرد. و در عین حال از کسان دیگری که برای اهل بیت، یعنی کسانی بودند که در فکر این بودند که حکومت را به اهل بیت منتقل کنند، از اونها هم دفاع و حمایت میکرد. یعنی وقتی که میدید آنها مورد ظلم قرار میگیرند، مورد ستم قرار میگیرند، همیشه از آنها حمایت میکرد و همیشه از آنها دفاع میکرد. هیچ تضادی در بین امام ابو حنیفه و اهل بیت وجود نداشت مطلقا. تنها تضاد و اختلافی که در بین اهل بیت بود، در اهل بیت و سیاسیون عصر بوده، اینها مسائل سیاسی بوده که اونها میترسیدن اهل بیت قدرت را در دست بگیرند. یعنی اینها سر عموی هم دیگر بوده اند، یعنی بنی عباس و مثلا با بنی مطلب دیگه یک خاندان هستند. اینها از اینها میترسیدن. حتی امام شافعی که وقتی که مولد ازید قرار گرفت، بخاطر این که بنی مطلب بود و از همون خاندان بود، میترسیدن که امام شافعی در فکر این باشد که خلافت را در دست بگیرد و علیه حکومت عباسی ها مخالف یعنی قیام کند. و این بود که امام شافعی فرمود من که ما با هم پسر عموی هم دیگر هستیم، هیچ تغذاتی با شما ندارم و اصلا در فکر حکومتو اصلا نیستم. یعنی اون چیزی که علب من نسبت داده شده من از آن دور هستم. و امام ابو حنیفه هم همیشه و همواره مدافع اهل بیت بود که مورد ظلم قرار گرفته بودند. امام جعفر صادق که بدون این که هیچ مشکلی با کسی داشته باشد برای خودش زندگی میکرد و در مدینه منوره بود و خانواده او و خاندان او همواره بودند و با امام مالک و با امام ابو حنیفه در ارتباط بودند به صورت مستمر و هیچ مشکلی نبود. سکینه که دختر امام جعفر صادق بود که از شاگردان امام مالک بود.